با عرض سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست گرامیم آقای سعید بهبهانی، این هفته اخبار زیادن. من فقط اول، چون یگانه بود واقعا، خانم دکتر مریم میرزاخانی به خانوادهشون، دوستان و استادان و دانشمندان و دانشگاه و کلیه هموطنان ایرانی در مورد فقدان براستی غیر قابل جبران خانم دکتر مریم میرخانی تسلیت میگه. یه دونه بود، اولین ایرانی هم بود که اون جایزه ریاضی رو، و اولین زنی بود که اولین اون جایزه ریاضی رو برده بود. بعد در اینجا بیانیه کوتاهی به ایشون، خیلی چون مهمه، راجع به خانوادهشون خواهم پرداخت. آقای دکتر حسین باقرزاده هم دستشون درد نکنه، یک مطلب خیلی خوبی در گذشت افتخار ایران خانم مریم میرزاخانی و مهدی علوی ششتری نوشتن که اون رو میخونم. و یه نقطه ای رو، این دوشنبه گذشته 17 ژوئیه، دوست گرامی آقای دکتر رضی غریبی آذر، مراسم تدفینش بود که عمر خوبی هم کردن، از 1922 تا 1917 نزدیک 95 سال دکتر طب شده بود، در 35 سالگی خونده بود. من این را هم به خانواده و دوستان و یارانش تسلیت میگم. و آقای دکتر رضی غریبی آذر دوست و یار دبستانی و دبیرستانی دکتر محمد جعفر محجوب بود که من از طریق خود آقای دکتر محجوب فهمیدم راجع به اون کتاب آخوندزاده که یه خطایی رخ داده بود. بگذاریم. خاطرات ناکامل و سانسور شده آقای دکتر رضی غریبی آذر در کتاب مهاجرت سوسیالیستی و سرنوشت ایرانیان، نوشته آقای بابک امیرخسروی و آقای محسن ایدریان، نشر پیام امروز 1381، از صفحه 167 تا 257 قابل خواندن. به این خاطر بیشتر میگم که نمونه ای از به اصطلاح مبارزه اخلاقیمون باشه با جمهوری اسلامی. تقسیم درست ارثیه، یعنی خانواده نسبتا ثروتمندی بودن، پدر ایشون در تبریز تاجر برنج بود که اون موقع عیان اشراف میخوردن دوره قاجار و اوایل پهلوی. در تقسیم درست ارث، یعنی پول و جواهرات قدیمی خانوادگی که از پدر و مادر به ایشون در خیلی دور که نمیتونست ایران بره رسیده بود، خانواده محترم غریبی آذر اون پول رو به خودشون دادن، فرستادن که تونست در پاریس، نزدیک پاریس خونه‌ای بخرن، و هم به خانواده الجزائری، خانم الجزائری محترمشون که مامایی خوندن، نازنین بسیار، به ایشون هم اون جواهرات رو که از دوره تزار و اینا باقی مونده بودن بعضی هاشون آوردن دادن. در عصر حکومت اخلاق آخوندی که عین بی اخلاقی است، عین بی اخلاقی است، در نبود وجدان و شرافت و به قول شاعر منسوخ شدن مروت و وفا در دوره از خمینی تا به امروز، این درسی است برای مقابله با جو حاکم و بی اخلاقی آخوندی در ایران. به این سبب ضمن تسلیت مجدد به خانواده و دوستانش، قابل ذکر به نظر می رسید اگر 10 نفری چون خانواده محترم غریبی آذر سراغ دارید نام ببرید تا دیگران هم بدونن که
خوبان هنوز وجود دارن و مقاومت میکنن. ذکر این نقطه اخلاق مدار نوعی به نظر من مبارزه اخلاقی با تباهی اخلاقی در جمهوری اسلامی ولایت فقیه در ایران، چرا که بنا به تجربه تاریخ به قول معروف این آخوندها هم میخونن ولی هرگز به خودشون تعمیم نمیدن، اقوام روزگار به اخلاق زنده اند، قومی که گشت فاقد اخلاق مردنیست. آرزو کنیم ایران ما نجات پیدا کنه. اون چه که بیانیه کوتاهی خانم در مورد خانم دکتر مریم میرزاخانی نوشتن، خانوادهشون بسیار کوتاه اینه، از ترس جمهوری اسلامی البته در خارجم، چون به خانواده هاشون اذیت میشه. خانواده مریم میرزاخانی در پی درگذشت وی بیانیه‌ای در خصوص مراسم ختم و یادبود این نابغه ریاضی منتشر کرد. به گزارش مهر متن بیانیه به این قرار است: دوستان گرامی، از همه شما که در پی درگذشت مریم عزیزمان، پدرشون نوشتن احتمالا، با یا خواهرشون، با ابراز احساسات صمیمانه یاد او را گرامی داشتید سپاسگزاریم. برای بزرگداشت او مجلس یاد بودی از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر یکشنبه 23 جولای در بنیاد توحید در شمال کالیفرنیا برگزار می شود، تا گرد هم بیاییم و یاد و خاطره او را زنده نگه داریم. بعد آدرس سو می نویسن. سپس دانشگاه استانفورد نیز در پاییز الان بسته است که 2017 مجلس یاد بود و همایش علمی برای گرامی داشت مریم برگزار خواهد کرد. مراسم خاکسپاری او خصوصی و فقط با حضور خانواده برگزار خواهد شد تا حرمت ذهن زیبا و خلوت آرام او را نگاه داریم. یان وو وندراک همسرشون، زهرا حقیقی مادر، احمد میرزاخانی پدر، لیلا میرزاخانی خواهر، 26 تیر ماه. البته جمهوری اسلامی طبق قانونش به تنها دخترش به دلیل اینکه شوهرش خارجی است ناسیونالیته ایرانی نمیده، به اوباشش میده. بله، آقای دکتر عرض خدمتم حسین باقرزاده هم یه متن بسیار خوبی نوشتن که چون افشاگری در مورد جمهوری اسلامی است و با وجود اینکه خیلی زیاد در سایت ها تلویزیون ها اینا تکرار شده، من به اصطلاح خوندنش میارزه. و اینکه دقت بعضی ها رو هم جلب میکنم که بعضی ها مریم رضاخانی نوشتن. بعد حداقل این به اصطلاح دقت رو برای این شخصیت استثنایی ایرانی برای خودتون قائل بشید. مرگ زودرس مریم میرزاخانی، فقدان بزرگ برای مردم ایران و جامعه ریاضی جهان. چون دکتر باقرزاده هم ریاضیدانه خیلی خصوصی، دیگه اسمشون رو نوشتم و بدون تعارف و درستم هست. تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی نیز به این خبر واکنش نشان دادند و مرگ او را تسلیت گفتند. این واکنش ها بیش از هر چیز این سوال را پیش آورده که اگر مریم ایران مانده بود چه سرانجامی داشت؟ یعنی خانم مریم میرزاخانی در ایران مونده بود، در جمهوری اسلامی چه؟ هرچه که بود بی تردید او مقام و موقعیت امروز را نداشت. جمهوری اسلامی سابقه درخشانی در تحمل و پرورش استعدادهای علمی و فرهنگی ندارد.
و بیشتر بیشتر استعداد کش بوده است تا استعداد پرور. کافی است به سرنوشت یکی دیگر از نابغه های ریاضی ایران بپردازیم، یعنی غیر از خانم میرزاخان، و ببینیم که بر سر او در جمهوری اسلامی چه آمد. بسیارم سنجیده نوشته. اواخر در اواخر سال 1358 من به ایران بازگشتم، دکتر باقرزاده، و بلافاصله در دانشگاه علوم دانشکده علوم دانشگاه تهران به عنوان دانشیار رشته ریاضی مشغول به کار شدم. اندکی بعد کنفرانس سالانه انجمن ریاضی ایران در دانشگاه مشهد برگزار شد و من به عنوان یکی از 6 عضو هیئت اجرایی انجمن و سپس دبیر آن انتخاب شدم. انجمن همه ساله یک مسابقه ریاضی دانشجویی در دانشگاه ها برگزار میکرد و به نفر اول این مسابقه جایزه میداد. اوایل تابستان بود که مراسمی برای معرفی برنده آن سال و اعطای جایزه به او برگزار شد. برنده دانشجویی از دانشگاه اهواز به نام مهدی علوی شوشتری بود، ولی او نتوانسته بود در مراسم شرکت کند. هیئت اجرایی از من خواست که به عنوان دبیر انجمن پشت تریبون بروم و غیبت او را اعلام کنم. این کار آسانی نبود. مهدی علوی شوشتری متولد 1134 بود و در سال 1153 به دلیل فعالیت سیاسی، منظور وابستگی به اصطلاح پیکار در راه طبقه کارگر، در قبلا مجاهد بوده بعد پیکاری شده، در اهواز دستگیر و به 3 سال حبس محکوم شده بود. پس از آزادی از زندان در سال 1157 برای تحصیل به امریکا سفر می کند، ولی در فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب به ایران بر می گردد و در دانشکده جندی شاپور اهواز در رشته ریاضی ادامه تحصیل می دهد. او در دوران تحصیل شاگردی ممتاز بود و از گل یکی از استادان او در زمان تحصیلش میترسه که اسمشو بگه و گرفتاری درست بشه. در امریکا نقل شده که او از او به عنوان با استعدادترین دانشجویی که داشته یاد کرده است، پروفسور امریکایی. نفر اول شدن او در مسابقه ریاضی سراسری کشور در آن سال این نظر را تایید میکرد. پشت تریبون رفتم، آقای دکتر باقرزاده میگه، و اعلان کردم که نفر اول مسابقه ریاضی سراسری کشور در آن سال مهدی علوی شوشتری از دانشگاه اهواز است. بعد اضافه کردم متاسفانه خبر شدیم که ایشان چند روز پیشتر اعدام شده است. بله، این مرزهای فاسد به قول خمینی هست دیگه. بله، چون جمهوری اسلام ولایت فقیه قبول نداره. جمعیت خبر را با ناگواری شنید و در سکوت فرو رفت. من نیز سکوت کردم و همانجا ماندم. این سکوت بهت‌آمیز مدتی طول کشید تا نجواها شروع شد و تقریبا همه دانستند که چرا او اعدام شده است. او که در شروع انقلاب فرهنگی که خمینی به دستیاری امثال آقای دکتر سروش و شرکایشون، البته دکتر زیبا کلام اومد اعتراف کرد که من این خطا رو کردم، دستش درد، با آن به مبارزه برخواسته بود، با انقلاب فرهنگی خمینی، و در فاصله کوتاهی دستگیر می شود و به زندان می افتد. سپس به دلیل فعالیت ها و عضویت در سازمان پیکار به اعدام محکوم می شود و در روز ششم تیر ماه 1359 تیر باران می گیرد. قاضی صادر کننده حکم روحانی نسبتا جوانی به نام احمد جنتی بود که اکنون شهره خاص و عام است. صادق خلخالی در خاطراتش با اشاره به این که او نیز حکمی مشابه از، یعنی چه احمد جنتی، خمینی برای قتل و اعدام گرفته بود می نویسد: حضرت آقای جنتی در اهواز و تهران چند نفر از طاغوتیان را محاکمه و به اعدام محکوم کرد. از دید او، یعنی از دید خلخالی و جنتی، لابد یک دانشجو که در زمان شاه 3 سال به زندان کشیده شده بود طاغوتی بوده است. دست دکتر باقرزاده با این تذکر به موقع درد نکن. مریم میرزاخانی
و مهدی علوی شوشتری در زمان های مختلف نفر اول مسابقه ریاضی سراسر کشور بودند. امروز مقامات جمهوری اسلامی برای مرگ میرزاخانی اظهار تأسف میکنند، ولی هیچ یک از آنان به استعدادهای فراوانی که در طول حیات این نظام آمدن سرکوب و نابود شدند کمترین واکنشی نشان ندادند و نخواهند داد. آقای باقرزاده، میرزاخانی البته چون فعالیت سیاسی نداشت، اگر در ایران مانده بود به چنین سرنوشتی گرفتار نمیشد، ولی مسلماً موقعیت امروز را نیز نداشت و استعدادی بود که ناشکفته به گور سپرده میشد. دست ایشون درد نکنه برای این نوشته. بله، شنیدید که آخوندی هم در متروی ری شهری کسی چاقو زد و با تیراندازی ضارب رو کشتن و این انعکاس شدیدی در بین آخوندها ایجاد کرده، چون میترسن آخوند کشی رسم بشه. بله، صحبت من الان دو تا نماز و روزه رو در فروع دین، عبادات و آداب و رسوم اسلام رسیدم، بخش هفتم، چون دیگه تکرارش مراسم و عبادت، که اصول دین در به اصطلاح الهیات بحث میشه که جهانشناسی، توحید و نبوت و معاده، و مراسم و عبادات ناظر به فروع دین که نمازها رو گفتم، هم نمازهای پنجگانه و نماز میت و نماز آیات که گرفتگی خورشید و ماه یا زلزله و غیره و ترس، دو رکعت نماز حج و روزه را هم بحث کردم. این هفته رسیدم به زکات و خمس. من یه تصویر خلاصه و علمی و تحلیلی در نتیجه با تقدس زدایی از فروع دین که شیعه اون رو تا 10 تا میبره و بعضی از سنی هم اضافه قائلن، به بینندگان تلویزیون میهن ارائه میدن. چون با دید علمی و عقل‌گرایانه بدون تقدس نگاه میشه، گاه حتی فقهای خیلی بزرگ یا آخوندهای دین فروش به دلیل ایمان و قائل شدن به تقدس این نکات رو نمیبینن، یا دقت کافی در اون نکردن، یا فهمیدن تصریح نکردن. اگر در فروض دقت کنیم، دو جفت پنجتایی در میاد که همه برای گسترش اسلامه، یا از طریق تبلیغ، امر به معروف و یا جهاد. دو تاش نماز و روزه هن که عبادی، جنبه عبادی داره، فردی و جمعیه، برای آمادگی به جهاد هن. چرا؟ نماز جماعت برای مرد واجبه، به زن واجب ثواب داره ولی واجب نیست. تمرین روزانه فردی و جمعی است که اونا رو نظم پذیر کنه، حرکات معینی رو، عین سرباز خونه که یک دو سه میگن، عین هم، و سخنان و حرکات معینی رو از یک فرمانده بشنون، به عنوان امام جمعه یا آخوند مسجد. و در روزه هم با تغییر دادن رژیم غذایی سالانه در یک ماه بتونه انسان به گرسنگی و تشنگی، گفتم چنگیز هم گفته بود این خوبه چون اون هم نظامیه، تمرین بکنه.
هر دو در کفاره گناهان به کار میره. هفته پیش اشاره کرد. دوتای دوم زکات و خمسه. زمینه ساز برای دولت اسلامی مالیاتشه در محیط عربستان، برای تأمین مالی جهاد که در خمس یک پنجمش رو از اون چه که غارت میکنه، در آیه خمس رو باید نگاه کرد. حق بازی های آخوند رو بایستی کنار گذاشت، کل آیه رو ما قبل و ما بعدش رو خوند، فهمید که چی میخواد بگه. رازم به نبوغ آخوندی نیست. در کنار خمس و زکات جزیه هم هست، چون غیر مسلمین مثل زنها به جنگ نمیرن. البته در دفاع بعضی ها معتقدن خانم ها در پشت جبهه باید خدمت کن و امنیت اونها رو مسلمین به عهده میگیرن، بنابراین جزیه بیش از خمس و زکاته و فشاریست بر روی اهل کتاب که مسلمون بشن. طبعا ادیان بعد از اسلام یا مذاهب بعد از تسنن و یا تشیع شامل این چیز نمیشه، جزیه نمیشه، اونا کافر حربی میشن، باید کشتشون. زکات مالیات رسمی، خلاصه میگم مالیات رسمی اسلامی از مسلمینه و در آیات زیادی به آن گاهن در کنار نماز یا اغلب در کنار نماز اشاره شد. خمس تنها در قرآن یه آیه بیشتر نداره راجع به غارت، در سوره انفال، یعنی سوره غارت که پیش مقدمه سوره توبه است و بایستی آیه 38 تا 40 خوند و تا 47 هم رفت تا مضمون به صورت کلی فهمیده بشه که شأن نزول این آیه چیه که آخوند میاره برای همه چیز خمس و زکات رو تأمین میده، برای اینکه جیب مردم رو خالی کنه. البته ضمن برخوردار شدن از غنیمت در جهاد که 4/5 خود طرف ور میداره بدون اینکه خمس خمس بده و فقط 1/5 اون رو به خدا و رسول و بعد خلافت و حکومت اسلامی تحویل باید بده و نیز به خیشاوندان خودش، نه خیشاوندان پیغمبر و امامان و سادات. آیه رو بخونید. من میپرسم در زمان پیغمبر یا بعد از اون مردم به علی بن ابی طالب که خودش به جهاد میرفت و غنیمت اخذ میکرد خمس و زکات خمس میدادن؟ عقل چیز شریفیه، شالاتانی هم حد داره که نداره متاسفانه. پشتش میگه به خدا، به رسول، به خیشاوندان، یعنی خیشاوندان خودتون این خاطر بره غارت کنه و بعد به یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان. یعنی طرف که غارت میکنه تو فامیلش که افراد فقیر وجود داره به اونا هم بده. اول به خدا، پیغمبر هست به عنوان نماینده خدا، یا حکومت اسلامی یه بخشش اون چه که دلش میخواد، اجبارم نیست خمس همهشو نمیاد به آخوند بدی، بعد به فامیلت، فامیلای فقیرت، بعد به یتیمان و مسکینان و درماندگان، در راه ماندگان. ابن السبیل، اینم خمس و زکات بود. دوتای دیگهش حج و جهاده. چرا اینا رو با هم این دوتا رو با هم میارن؟ حج نمایش قدرت کمی و کیفی است برای خود مسلمین و برای دشمنان و به دست آوردن اعتماد به نفس، نه ترسیدن، ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نه بترسید نه شک کنید.
برتر از برتران میشید اگه ایمان داشته باشید. چون دو چیز ایمان رو به هم میریزه، یکی ترسیدن، یکی شک کردن. بنابراین این حج. دوم، جهاد، به کار بردن اونه در عمل. یعنی این نیرویی که جمع شده با اون پشتوانه مالی و اون تمرین نماز و روزه مقاوم به گرسنگی و تشنگی و همبسته به هم در ادای اعمال نماز پنجگانه، برای چی جهاد میکنه؟ خیلی ساده، در سوره همون سوره انفال آیه 39 میگه تا دین خدا دین همه بشه، یعنی کل بشریت. جهاد تا اونجا باید ادامه پیدا کنه. شیعه آخوندهای ملایمش میگن در حمله دفاعش مال ماست، ولی حملهش به عهده امامه، امام معصوم، کسی دیگه حق نداره جهاد بده. خمینی میخواست تا قدس بره دیگه، اگر صدام برای آن کشورهای کوچولو خودشون به اسلام ملحق میشه. دو تای دیگه، امر به معروف و نهی از منکره. این در واقع در جامعه اسلامی سلب آسایش و نبود زندگی بدون فضول باشی میباشه، که امر به معروف میکنه و نهی از منکر. و جنبه تبلیغی برای خارج از اسلام هم داره. دو تای آخر، یعنی اون هفت و هشت بود، اینم نه و دهه. تولا و تبرست. تولا و تبرست یعنی چی؟ یعنی کشیدن دیوار اعتقادی میان مسلمین یعنی خودی ها و غیر مسلمین یعنی غیر خودی. تا مقلدان و گله مسلمین میخوان به صورت مسلمین رو گله در بیارن، تا خودشون چوپانش باشن، جز خود چیزی نبینن و جز سخن آخون چیزی نشنون. دیوار اعتقادی بدتر از دیوار واقعی، همچون دیوار چین، دیوار برلین و دیوار بین اسرائیل و فلسطینه، چون این دیوارها همه جا قابل نفوذ بودن. و دیوار خزران چیزی ازش باقی نموند. عکس روی جلد کتاب جیمی کارتره که اسرائیل در میان خودش و فلسطین دیوار کشیده و جیمی کارتر هم با یک چشم نگاه میکنه. این بود تصویر کلی از فروع دین که دو به دو خلاصش با هم بیان کردم و قرینه. قبل از شرح زکات و خمس در مورد روزه، علاوه بر شعری که ترجمه فارسی ابن سینا با بازی با لغت، بو علی در فن حکمت استاد رمضان را مرزان نام نهاد چون همه مریض می شدن، یه شعر دیگرش هم هست که خواندنش می ارزه. تنوعی است و به اصطلاح در خانه مازه خوردنی چیزی نیست، ای روزه برو ورنه تو را خواهم خورد. بله، در ترکیه آذربایجانی هم اشعار زیادی هست در رابطه با نماز. یکیشو از معجز شبستری در خطاب به خانم های پیر ایلاتی که چیز گنجینه ای از ضرب المثل ها و در این حال خرافات هستن، نماز میخونن، میگه از احتنا صراط المستقیم مخصوص چیه؟ خانه، بگه و یا چوپان خواهر. احتنا صراط المستقیم میدن ندون مخصوص خانده بایدی و یا چوبانده باجی. آخ اون زنها غیر از خان و بی و چوپان کسی رو نمیبینه، فکر میکنه که لابد اون حرفایی که احتنا صراط المستقیم میدن منظور ایناست دیگه، تدایمانی اونا میشن براش. بله، و در واقع چیزه که این مثل آتاتورک نماز رو به زبان مادری هر کس خودش بخونه تا معنیشو بفهمه، تا آخون نتونه کمتر تحمیل بکنه. در مورد روزه هم به خصوص در همون دیوان معجز در ویکیپدیا میتونید نگاه کنید.
ویکی‌پدیای فارسی معجز شب‌استری. این شعر رو نوشته و ترجمه کرده. معجز شب‌استری برخلاف اونچه که چینین وانمود کردن که رضا شاه واقعا ضد آخوند بوده، به خواست میرزا کاظم شب‌استری، پدر همین آیت الله سابق امام جمعه تبریز، واقعا آفت الله بود، محسن مشتهد شب‌استری در سال 1312 از طریق شهربانی به شاهرود تبعید شد و اونجا یک سال بعد درگذشت. چجوری نمیدونی. به هر حال انسان بی نظیر روشنگر، بی نظیر میگم که یعنی بی نظیر، دوتا نداره. بله. دانشگاه ایندیانا تز دکترایی که به نام لیتراتور آذربایجان هست، آقای دکتر هادی سلطان قرایی نوشتن، اون رو منتشر کرده روی دیوان معجزه دکترا. چندین دکترا باید بگذره دربارش. ترجمه فارسیش اینه، به خدا خطاب میکنه، میگه آلمانی گردن کلفت را مکلف میکردی تا روزه بگیرد، بداند سحر بلند شدن به سحری یعنی چی. یا رب چرا لطفت به ایرانی نزار زیاد شده؟ علت اینقدر لطف و احسان بر یک مشت عجم چیست؟ یا رب اگه اینو به آلمانی میگه تکلیف میکردی، با تیاره میومد به افلاک بالا و چرخ افلاکت رو از کار مینداخت. اگه آلمانی بدونه که روزه و رمضان چیست، یارب. یه شعری هم داره، چایش مثلا سحر که درم اختیاردن گوی مولا گوی ماسن نمانه باغ جنت. اگه صبح بلنشم چای نخورم از اختیار از دستم میره، یعنی از خودم ضعف میکنم به خاطر روزه خوری، به خاطر چای خوردن در صبح. اگه بهش من رو راه نمیدن به درک. مضمونش اینه. حال برسم به زکات. در لغت به معنی رشد آخوند اضافه کرده به معنی پاکی، یعنی تطهیر مال است. ببرید بدید تطهیر بکنید. در سوره توبه آیه 103 اینا رو من اضافه میپرسیم تطهیر مال به وسیله چه کسی؟ من میپرسم، البته به وسیله آخوند مفتخور و مقلد ساز. در سوره توبه آیه 103 میگه به هر حال زکات مکمل، اونجا بحثی کرده که بعد میارم دیگه تکرار نمیکنم. زکات مکمل نماز است و همچون علامت ایمان و اسلام که در قرآن اغلب و نه همیشه بعد از نماز یعنی صلات می آید. مؤمنین اقامه نماز می کنن و زکات می دن. چند ترجمه از آیه های مربوط به زکات. سوره بقره آیه 43 نماز برپا دارید و زکات را بپردازید و نمازگزاران نماز بگذارید، با نمازگزاران نماز بگذارید، یعنی تنها نخونید. باز بقره آیه 110 نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید، هر خیر و خوبی که برای خود از پیش بفرستید آن را نزد خدا الله متعال خواهید یافت، الله به آنچه می کنید بیناست. سوره اعراف آیه 156 رحمت من همه چیز را فراگیر است و به زودی آن را برای کسانی که پرهیزکاری می کنند و زکات می پردازند و آیات ما به آیات ما ایمان می آورند برقرار می دهد. سوره روم آیه 39 آنچه از زکات بر خوشنودی الله میپردازید دارای پاداش مضاعف خواهد بود. سوره فصلت آیه 7 که اینجا تقلب زنده یاد علامه طباطبایی دوست عزیز من و از یه نظر در منطق و فلسفه اسلامی استاد برای من. به هر حال وای بر مشرکان،
همان کسانی که زکات نمی پردازن. وای بر مشرکان رو من از آیه 6 خوندم. آخوندها همان کسانی که زکات نمی پردازن و آخرت را باور ندارند. این مخاطبش در آیه 6 مشرکانه که به معاد اعتقاد ندارن و زکات نمی پردازن. بعضی از آخوندها فرد مسلمان را هم که زکات ندهد به استناد نادرست به این آیه مشرک و کافر قلم داد. حد نداره وقاحت. شرایط وجوب زکات خیلی خلاصه: بلوغ به مرد، عقل، یعنی دیوانه نمی پردازه، حر بودن، در اسلام بردهداری وجود داره، برده زکات نمی پردازه، مالک بودن به ماله، اگه دسترسش نباشه تعلق نمیگیره، کسانی که در خارجن نباید زکات اموالی که در ایران دارن و نمیتونن برن بدن، متمکن بودن، ثروتمند و نصاب داره، به جایی برسه که بپردازه. بله، زکات در واقع مالیات اسلام است، هرچند در جمهوری اسلامی مالیات باقی مانده از دوران پهلوی به تقلید از اروپا را میگیرند و دادن و ندادن زکات را به عهده مؤمنین گذاشتند، زیرا به صرف آخوند، به صرفه آخوندها نیست که، ببخشید صرف نوشتم، صرفه درست راحت تره، بله، زیرا به صرفه آخوندها نیست و مصلحت نظام ایجاب نمی کند که دولت اسلامی چشم بر روی زکات و خمس ببندد. زکات در لغت به معنای نمو است و در اصطلاح صدقه واجب از تولد و مال است، از تولید و مال است. غلط تایپی جمهوری اسلامی. و برای پاک کردن آن، درست میگن، در چیز برای پاک کردن گناه، همچنان که نماز و روزه را چیز کرده، زکات هم کرده در قرآن. سوره توبه همون آیه که گفتم 103، از دارایی هایشان صدقه یعنی زکات به ستان تا بدان وسیله آنان را پاک و منزه سازی. یعنی اون افراد رو آخوند میخواد مال رو پاک کنه، مثل اینکه مال نجسه. تا عقل نباشه جان مؤمن در عذاب خواهد. زکات بر تولیدات ساده چون تولید گندم تعلق میگیره و نه در به تولیدات پیچیده چون برنج. بنا به سنت رایج در شیعه، از عبدالله ابن سنان از امام ششم نقل کرده که صدوق، همون ابن باب ویه قومی، در کتاب من لا یحضره الفقیه که عنوان رو از زکریای رازی که برای نجات، بگم، بیمارانی که دسترسی به طبیب ندارن، من لا یحضره الطبیب رو نوشته بود، این شیاط من لا یحضره الفقیه نوشته که رساله، اولین رساله عملی است در واقع. زکات بر 9 چیز از امام صادق میگه واجب است. سنی هم تقریبا به این معتقدن: گندم، جو، اونایی که در عربستان وجود داشت، خرما، کشمش و نه به انگور، طلا و نقره، ما از معدن در میاریم، گوسفند، نه بز، گاو، نه گاو میش، من اینا را اضافه میکنم، و شتر. سید محمد جواد غروی زکات رو منحصر در 9 چیز نمیدانند. نمیگم کدوم آیه قرآن، چون قرآن همه تولیدات را ذکر فرموده که صنعتی و کشاورزی و غیره آن را شامل میشود. افسار تو گله بده دست آخوند. اضافه کنم، پس در عصر پیامبر عصر صنعت و کشاورزی مدرن و اینا وجود داشته. در نگاه کنید به خورشید معرفت جلد 3 نشر جاوید 1150،
البته در ویکی‌پدیای اهل بیت به نام دانشنامه اسلام هم میشه چیزهای خیلی خوبی رو خوند. من این آیات رو دستبندی میکنم، اونجا اومده ولی درست نبود، دیدم چون ترتیب و منطق غلط چیز کرده بود. دسته ای از آیات اصل زکات را مطرح کرده و آن را در ردیف نماز قرار داده. پرداخت زکات را مانند اقامه نماز واجب دانسته و از شعائر دینی و علائم ایمان به حساب آورده. سوره مجادله آیه 13 اینو در پایین نوشته بود، در موضوعی که بهش مربوط نبود، نمیخوام بخونم دیگه، کافیه همین. آیاتی هستن که به دادن زکات امر نموده و آن را به عنوان معامله با خدا قلم داد نموده است. به عنوان نمونه سوره احزاب، این درسته. آیه 33 من همه رو چون اعتماد ندارم کنترل میکنم. زکات مثل غسل و ایمان وسیله تطهیر و پاک شدن فرد مؤمن از گناهش تلقی شده. پیغمبر تاجر بوده دیگه، چرا به قول معروف عجیب به نظر میرسه. برخی از آیات نشان دهنده تشریع اصل این فرضیه عبادی و اقتصادی هستند و به طور کلی درباره این که چه مقدار گرفته شود و در چه مورد گرفته نشود ساکت می باشد. همون نصاب رو. اینجاش جالبه. آخوند ببینی چی می. که ظهور دارد بر این که زکات در کل اموال لازم است. یعنی یه دهم دار و ندارتون رو میخواد بگیره. ندید، حرامه به اینها دادن اگر ایمان داره. ببینید سر آیات قرآن چی میارن. آخوند برای سرکیسه کردن گله مؤمنانش به هر تحریف، یعنی به اصطلاح عوضی تفسیر کردن و تفسیر به نفس به قول خودشون بنا به منافعش دست میزنه. با اینکه امام صادق بنا به سنت پیامبر که اون که خیلی بهتر از اینا میشناخت، همانند سایر چهار امام سنی ابو حنیفه و مالک و شافعی و حنبل به این ده مورد اشاره میکنه، اما تفسیر اخیر آخوندی این است که خود را در دهیه که همه اموال و درآمد مؤمنان شریک سازه. گفتم حماقت انسان مؤمن در کنار وقاحت آخوند همانند ابعاد کیهان نامحدوده. متاسفم. برخی از آیات مصارف زکات را به طور دقیق شمارش نمودن، اونا اضافه میکنه، و رهبر امت اسلامی باید زکات مأخوذ را در این مصارف به کار بندد. در بیان تأیید موارد استناد به اصطلاح در این موارد مصرف زکات اکثرا در آیه 60 سوره توبه اومده. من این رو از تفسیر المیزان زندیات طباطبایی نقل میکنم. همان زکات فقط از آن فقرا و مساکین و عاملان زکات، اون ماموران که میرن حقوقشون از اونجا برمی‌داره، و نیز برای آنان که دلهاشان را جلب کنن، یعنی از زکات بدید تا مسلمان بشن، و برای آزاد کردن بردگان. بسیار عالیه، اسلام پایه رو بر این گذاشته، ضمن اینکه بردگی رو لغو نکرد. ببینید با حرف درست مخالفت کردن تبهکاری میاره. من عداوت و اسلام و قرآن ندارم، من با تفسیر به نفس اون و ذلیل کردن یک جامعه به وسیله قرآن مخالفت دارم که آخوند میکنه. آیه را دوباره میخونم. همان زکات فقط از آن فقرا و مساکین و عاملان زکات. ببینید چقدر سنجیده نوشته. و نیز برای آنان که دلهاشان را جلب کنند، و برای آزاد کردن بردگان،
و قرضداران و صرف در راه خدا و نیز برای در راه ماندگان است. و این قراری واجب است و از جانب خدا و خدا دانا و درست کردار است. با این تصریح قرآن آخوند شیعه و اگر بگم میدان کنه ویدا بکنه، اکثر آخوندهای حتی سنی هم ظهور دارد در اینکه زکات در کل اموال لازم است. مواردشو قرآن صریح میگه، میگه اون آخوندی که گفته بودن کفشای آخوند جفت میشه، آخونده گفته بود نه، مریده گفته، مرید گفته بود آقا غلط میکنه، من میگم جفت میشه، قرآن اشتباه میکنه، آقا میگه به کل اموال تعلق میگیره، پیغمبر از بابت بیان قرآن. برخی از آیات کسانی را که زکات نمیدهند در ردیف کافران قلم داد میکنه، اینم در همون شیعه نوشته. ببینید چه بیشرمیه. اینو من ناچار اینو خواهم خوند برای رسوایی اینا. آیه 7 سوره فصلت رو میاره، اول و آخرش رو میبره آخوند. آیه اینه: الذین لا یوتون از زکات و هم بالآخرته هم کافرون، همانها که زکات را نمی پردازند و آخرت را منکرند. اون آخرت را هم منکرند و آخوند اینجور تفسیر میکنه چون زکات نمی پردازه آخرت را منکره. حد نداره. برای کشف وقاحت آخوند شیعه در این معاملهش با کتاب مقدس خود باید آیات قبل و بعد، یعنی آیه 6 و 8 رو خوند تا مضمون و معنی این آیه روشن بشه، وگرنه مصداق گفته خود آخوندها لا اله را گفتن و الا الله را نگفتنه از طرف خود آخوند. برای روشن شدن معنی آیه اول باید آیه 6 را خوند، گفتم، وگرنه هر چی که دل آخوند بخواد از کشکول درویشی که اسمش قرآنه بیرون میاره و تفسیر به نفس میکنه و به خورد گله مؤمنانش میده. آقای طباطبایی مینویسه در المیزان، من به اون بیش از بقیه از جمله شارلاتانی مثل یهودی الاصل هم هست، یکی از ابری شناسان بزرگ ایرانه، ناصر مکارم شیرازی، اعتماد دارم چون میشناختمش. بگو آیه شیشه: من فقط انسانی مثل شما هستم، این حقیقت بر من وحی می شود که معبود شما معبودی یگانه است، پس تمام توجه خیش را به او کنید و از وی آمرزش بطلبید. وای بر مشرکان. اینجا آیه 6 تموم میشه. به دنبال وای بر مشرکان آیه 7 که دنباله اونه ادامه پیدا میکنه. وای بر مشرکان، همانها که زکات را نمیپردازن، چون مشرک زکات نمیپردازه، و آخرت را منکرن. طبعا مشرک آخرت را منکره. بعضی از اهالی مکه قریش قیامت و اعتقاد نداشتن. ابن سینا میگه دلیل عقلی نمیشه ارائه کرد. الکندی هم توحید و نبوت و معاد و غیر قابل استدلال عقلی قلمداد میکنه، اولین فیلسوف اسلام. در آیه بعدی که آیه 8 باز به توصیف مؤمنان میپردازه. آیه 7 اول به توصیف مؤمنان پرداخت، ختم آیه به مشرکان رسید. ادامهش در آیه 7 دوباره برمیگرده تقریباً به آیه به مؤمنان در آیه 8. اما کسانی که ایمان آورده، یعنی مشرک نیستن و کارهای شایسته انجام دادن، پاداشی دائمی دارن. بنابراین در آیه 9 تا 12 همین سوره هست، این توضیح بدم.
سوره فصلت که زمین رو و آسمان رو و مخلوقات رو در قرآن تنها آیه است که 8 روز ذکر کرده، نه 7 روز. یعنی 6 روز خلقت، 1 روز خلق به اصطلاح عرش، 2 روز زمینه، 4 روز خوردنی های زمینه یعنی گیاهان و حیوانات برای انسان ها، بنابراین 6 روزش برای مخلوقات زمینی هاست و 2 روز هم آسمان ها را که به حالت بخار بودن خلق میکنه. بقیه آیات پیروی از توراته که خدا در 6 روز خلق کرد، روز هفتم استراحت کرد. خدا اسلام نمیتونه استراحت کنه، برخلاف یهوه یا الوهیم خدای حسود واحد یهود، خدای اسلام توحید واحد نیست. شرحشو گفتم، استراحت نداره، عرشو ثم استوى على العرش. حال برسم به اهمیت زکات. بعد از مرگ پیامبر شورش ها در اغلب قبایل عرب به خصوص برای ندادن زکات شروع شد. زمان ابوبکر به سرکوبی آنها سپری شد و اواخر ابوبکر که کوتاه هم بود و در زمان کل 10 ساله عمر که لایق ترین و عاقل ترین سیاستمدارترین این 4 خلیفه است، یعنی خلفای راشدینه، او به درستی در جامعه قبیله عربستان آن روز راه حل خواباندن شورش های داخلی رو نه سرکوب آنها که جنگ در جنگ خارجی جستجو کرد. همه قبایل با رغبت برای منافع شخصی خود و نیز پیشرفت اسلام شمشیر زدن و چون اسلام با منافع شخصی آنها به شدت و سروریشون در دنیا گره خورد، همگی واقعا مسلمون شدن و با عدالتی که عمر داشت به سویه تقسیم میکرد. البته برای زنهای پیغمبر و اینا یک ارجعیت های قائل بود، همونها را به یه مقدار چیز به امام حسن و امام حسین دوتا نوش هم قائل بود. بنابراین زکات و خواباندن شورش های داخلی به وسیله خلیفه اول و به خصوص عمر را وادار به رونمودن به جنگ های خارجی و ایجاد امپراتوری اسلام کرد. این اهمیت زکات که وادارشون کرد جنگ خارجی بکنه. این استنباط منه. خمس، چهارم از فرودی، با توجه به آیه 41 انفال تفسیر المیزان رو میخونه. بدانید آنچه را سود میبرید از هر چیز 1/5 آن را برای خدا و رسول و خیشاوندان او. آقای طباطبایی، این او را از کجا چپوندی اینجا؟ چرا او خیشاوندان او یعنی پیغمبر؟ معلومه خیشاوندان یعنی خود شما که غارت کرده اید و یتیمان و بیچارگان و در راه ماندگان. اگر به خدا و آنچه را که بر بنده ما من در روز جدایی، روزی که 2 گروه از هم متمایز شدند، چنین نزول آیه از جنگ بدر نازل کرده ایم، ایمان آورید و خداوند بر هر چیز تواناست. اون جنگ بدر رو من اضافه کردم. اضافه کنم موضوع آیه در، یعنی شأن نزولش در رابطه با جنگ و غنیمت جنگی آیه از آیه 36 انفال باید خواند. ببینید حتی آدم پاک دل و عارف مسلکی مثل طباطبایی به دلیل ناخودآگاه منافع شخصی گروهی خودش، کاستی خود، من از آیه 38 میخونم. به کافران بگو اگر به کفر و مخالفت خود، خطاب به کافرانه، پایان دهند گذشته هاشان بخشوده شود و اگر بازگردند همانا به عادت پیشینشان برگشتند و با آنها قتال کنید تا در زمین فتنه و فساد نباشد و آیین
اسلام همه آیین همه یعنی همه مردمان روی زمین دین خدا گردد یعنی اسلام. پس اگر باز ایستادند بیگمان خدا بدان چه میکنند داناست و اگر پشت کنند بدانند که خدا یاری دهنده و مولای شماست یعنی مؤمنان است. چه مولای نیکو و یاری دهنده خوب. اگر به خدا ایمان آورده اید و اگر بدانید آنچه ما روز فرقان که روز جنگ بدر زیر همین هم نوشته که دو گروه رو در روی هم قرار گرفتند به بنده خود نازل کردیم باور دارید، بدانید که هر چیزی را که به غنیمت گرفته اید در جنگ یک پنجم آن متعلق به خدا و رسول و خیشاوندان زنده یاد بابا سفری درست ترجمه کرد و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است. دستش درد نکن با این شرافتش. بله آیه بعدیش هم خوندم، بنابراین در رابطه با جنگ با کفاره. حال ببینید آخوند فقیه معتبری چون محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزانش که حق استادی درس خارج به قول خود آخوندها بر من در منطق و فلسفه اسلامی دارند، چه تفسیر نادرستی از آن در رابطه با منافع کاست آخوندی و حکومت اسلامی کردن. توضیح میده آقای طباطبایی غنیمت یعنی فایده‌ای که از تجارت یا کار. آقا از کجا آوردی؟ اینو آقای طباطبایی. یا جنگ حاصل میشود. مگه شأن نزول این آیه خودت هم میدونی غیر از جنگ بدره و در مورد خاص و غنیمت جنگی منطبق میگردن. اینم خواسته که راه فرار رو در این تحریفی که انجام داده برای تجارت یا کار برای خمس که تجار بیارن بدن بریزن تو جیبش به جیبشون و کارگران بدبخت یا دیگران و ذیل قربا رو یعنی خیشاوندان و نزدیکان رسول خدا. این رسول خدا رو آقای طباطبایی از کجا در آوردی؟ اعتماد نکنید، عقلتون رو به کار ببرید حتی برای طباطبایی. چرا رسول خدا و آن را با علی و فاطمه و دو فرزندش منحصر کردید این فامیل رسول خدا را؟ اون 9 تا زن مگه خانواده رسول خدا نیستن؟ 23 تا بوده در چیز تاریخ یعقوبی شمرده. به مضمون آیه نگاه کن. آیه اون غرامت یک پنجمشو به فامیل های فقیرش بده، به یتیم بده، به بیچاره بده، در راه مانده بده. چرا این آیه اومده؟ برای اینکه افراد برای به دست آوردن غنیمت می جنگن. 4/5 رو بر می داره، اون 1/5 هم تا جایی که حتی پیغمبر زنده است که میده اون که در راه خدا خرج کنه. که قول عایشه در خانه پیغمبر بیش از 1 روز غذا نبود، نگه نمی داشت. و به خیشان محتاجش بده، به یتیمان و بیچارگان و در راه ماندگان بده. آقای طباطبایی شیعه و بقیه آخوندها فکر نمی کنن و نخواهند کرد بنابه منافعشون که مسلمین زمان پیغمبر از آن 1/5 به علی و اصلا خنده داره و چیزی پرداخت می شد. خود علی ابن ابی طالب که میرفت خودش خمس میپرداخت، خودش 4/5 بر میداشت و 1/5 میپرداخت. پیغمبر زنده بود. آیه معنی داره. این تحریف عمدی یعنی چی آخه؟ عقل، منطق، تحلیل علمی یه خود آیه نگاه کنه نمیتونه بکنه. بعد ایشون اضافه میکنه و یا به طوری که در روایات قطعی استفاده میشه منظور افراد معینی از ایشان میباشه.
یتیم یعنی کسی که پدرش رو از دست داده. توضیح میده. بله. که یک پنجم درآمد انسان و اهل اصلا اون اینجا نمیخونه. بله. ایشون آیه رو نوشته، ایشون رو خامل میخونم. و یتیم کسی است که پدرش در حالی که او خردسال است فوت شده، و این در آیه حکم واجب است که یک یعنی حکم واجب، ایشون گفته که یک پنجم درآمد انسان به اهل آن تعلق بگیره. بله. غنیمت نه درآمد. آقای طباطبایی زنده یاد. و میفرماید، خدا میفرماید، آقای طباطبایی خمس را بدهید اگر به خدا و آنچه که بر ما بنده ما نازل کردیم، یعنی قرآن، ایمان آوردید. و مراد از یوم الفرقان روز بدر است. ایشون می نویسه اینجا به شهادت این که در دنبالش فرمود روزی که دو گروه از هم جدا گشتند و خداوند در آن روز به یاری کردن حق آن روز را از باطل متمایز نمود. و جمله آخر در حکم تعلیل است، یعنی علته، یعنی خداوند چون بر همه چیز قادر است لذا توانست در روز بعد حق را از باطل متمایز کند، یعنی اسلام را پیروز بکنه به کفر بسا و آن را و با آنها غلبه بخشد. آنچه در روز بدر بر پیامبر نازل شده آیات قرآن درباره انفال و غنایم جنگی بود. ایشون اضافه میکنه، من اضافه کردم. با وجود اینکه به شأن نزول آیه در جنگ بدر اشاره صریح شده، اما خمس را به همه اموال و درآمد تعمیم میده آقای طباطبایی. به راستی حیرت آوره. ایمان خرد رو محو میکنه. آقای طباطبایی ادامه میده و تشریع حکم خمس مانند سایر تشریعات قرآن ابدی و دائمی است، چون سنی ها قائل نیستن. اینو به اونها خطاب میکنه. و مصارف خمس هم منحصر به موارد مذکور در آیه است. اگر در آیه است تفسیر به نفس نکنید، به خیشاوندان میرسه نه به خیشاوندان پیغمبر. بعد هم در اون شیعه ها به اصطلاح چیز کردن که سوال و جواب داره که خمس به چی تعلق میگیره. آخوند جواب میده خمس یک پنجم سود کسب است که انفاق آن واجب می باشد. بدید ما. من اون موارد جالبش رو میخوام بخونم. صدقات هم علاوه بر خمس و زکات در قرآن آمده که جنبه انسانی بیشتری دارد. البته مخاطب مؤمنان و مؤمنات است نه کافران. در سوره توبه آیه 60 موارد مصرف زکات را برخی آخوندهای شیعه به قول علما همسان با مصارف صدقات دانستند. خبرگزاری بین المللی قرآن، بله اون هم چیزه. و هر حال این چند دقیقه که باقی مونده این آیه رو از المیزان سوره توبه آیه 60 رو بازخوانی میکنم تا بدونید چیه. همانا زکات فقط از آن فقرا، فقط، و مساکین و عاملان زکات، و نیز برای آنان که دلهایشان را جلب کنند و برای آزاد کردن بندگان و قرضداران و صرف در راه خدا و نیز در راه ماندگان است. و این قراری واجب از جانب خداست و خدا دانا و در دست درست کردار است. یک کسی برده بود خمس و زکات رو داده بود به آخوند. آخوند شب اومده بود خونه، به بچه‌هاش گفته بود لخت بشید، بهشون داده بود. فردا که اونو دیده بود گفته بود به کسی دادم که تو تنش لباس نداشت، به خدا، به شرفم. بله. تا اینجا به اصطلاح خمس و زکات هم بیان شد. حج و جهاد در هفته بعد. شب و روز عزیزان
به خیر و شادی باد. تلویزیون میهن رو یاری کنید. ممنونم.